آقای سید محمد حسین کاظمینی بروجردی، ایشون روحانی ایرانی هستند، زندانی سیاسی و از مخالفان تئوری ولایت فقیه هستند. ایشون مخالف دخالت دین در سیاست و طرفدار جدای دین از دولت هستند. ایشون هم اکنون الان که من دارم با شما صحبت میکنم در زندان هستند و پیامی رو برای ما فرستادن از داخل زندان که فکر کنم جالب باشه که همه با هم گوش بدیم. خانم ها، آقایان، درود بر شما. با عرض ادب به وطن عزیزم ایران که شاهد سخت‌ترین تبعیض ها، ظلم ها و جنایات بی‌نظیر است. همانطور که استهزار داری در طول تاریخ تداخل دین در حکومت محیط را برای رشد اختلافات مذهبی، افراط‌گرایی، ظهور حکومت‌های استبدادی و ارتکاب خیانت‌ها و جنایات گسترده تحت لوای دین مستعد نموده است. وضع قوانین ناعادلانه علیه دگراندیشان، تبعیض جنسیتی و همچنین اعمال مجازات‌های غیرانسانی همگی از نتایج دخالت دادن دین در حکومت می‌باشد. رژیم حاکم بر ایران یک نمونه بارز از حکومت‌های دینی است که اعتقادی به حق آزادی قلم، بیان و اندیشه ندارد. در چنین فضایی پیروان ادیان و مذاهب مختلف از جمله مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، بهائیان، سنی‌ها و همچنین دراویش و حتی شیعیان مخالف ولایت فقیه تحت فشارند. تجمعاتشان محدود گشته، دستگیر و شکنجه می شوند و برخی جانشان را بر سر عقیدهشان می گذارند. سردمداران حکومت ایران به خود اجازه می دهند تا در امور داخلی دیگر کشورها به عناوین مختلف دخالت کنند، در حالی که نمی توانند هیچ صدای مستقلی را در مملکت خود بشنوند و با واکنش‌های سریع و همه جانبه به سرکوب آن می پردازند. ایرانی در وطن خود مجاز به پیروی از عقاید و افکار منفک از مذهب حکومتی نمی باشد و استقلالی در تفکرات خصوصی و حتی رأی خود ندارد. عمیقاً بر این باورم که انسان باید مختار باشد، هر اندیشه‌ای را تعقیب کند. من مرزی را برای رسیدن به خدا نمی شناسم. افکاری که به انسان در زمینه خداشناسی می رسد محترم است و او نباید به خاطر تغییر دین در فشار قرار گیرد. فلذا من تعصب بر روی مذهب خاصی ندارم و هر دینی که انسانها را به آزادی و استقلال و استغنا می‌رساند قبول دارم. همواره بشریت را در زیر سایه تفاهم دینی و اتحاد مذهبی به معنای اصل کلمه که مبدأ وجود باشد تشویق نمودم و از همه انتظار دارم اختلافات اعتقادی را کنار بگذارند. آن کس که بتواند انسانها را به طور یکسان دوست بدارد شایسته احترام است. لذا دوست داشتن را نشان آزادگی می دانم. اینک با گذشت 10 سال از عمرم در قفس جهل و دیکتاتوری، در حالی که بدنم فرسوده گشته و بدون دارو و درمان و حقوق اولیه انسانی، دوران روزمرگی را سپری می کنم، از تمامی انسانهای آزاده دنیا استدعا دارم که مردم کشور ایران را در تعیین سرنوشت خیش یاری نمایند. جامعه جهانی یک مجموعه به هم پیوسته است و حل بحرانهای فرامنطقه‌ای و برقراری دموکراسی و صلح در سراسر دنیا بدون تشریک مساعی همگان مقدور نخواهد بود. لذا انتظار می رود سریعاً کمیته ای از حقوقدانان و کارشناسان بین المللی تشکیل شود که با استناد به شواهد و مدارک واقعی از آنچه در ایران و خاورمیانه می‌گذرد، نتایج سوء ناشی از حاکمیت دینی را بررسی نموده و راهکارهای عملی جهت صدور قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد با موضوع جدایی دین از حکومت را پیگیری نمایند. سید حسین کاظمینی بروجردی، ایران، تهران، زندان اوین.